جمهوری اسلامی اسرائیل را متهم به حمله تروریستی به تأسیسات هسته‌ای کرج کرد. اسلامی میگوید آژانس انرژی اتمی در جریان جزئیات قرار گرفته. کشورهایی که توهم تکیه به دیگران دارند به زودی سیلی می‌خورند. ارتش‌های بیگانه هم دخالت نکنند. واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به تنش‌ها با جمهوری آذربایجان و خبر فوری که دقایق قبل منتشر شد، رزمایش مشترک ترکیه و آذربایجان از 2 روز آینده. انفجار در نزدیکی مسجد عیدگاه در کابل شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. مسئولیت انفجار را هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته. و آغاز اعلام جوایز نوبل تا کمتر از 24 ساعت دیگر. مشهورترین جایزه جهان به چه کسانی میرسد؟ به تیتر اول خوش آمدید. شما بخیر. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته اسرائیل عامل حمله تروریستی به تأسیسات تولید سانتریفیوژ در کرج بوده و اضافه کرد این حادثه مهم به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده و در جریان این حمله محل تأسیسات هسته‌ای در کرج و به ویژه محل دوربین‌های نظارتی آژانس تخریب شده. اسلامی با اشاره به درخواست آژانس برای نصب دوربین‌های نظارتی در این مجتمع گفت که آژانس باید اول موضعش رو درباره این حمله روشن کنه. در طول برنامه با کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. ابتدا فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه شده. آقای ندیمی، متهم کردن اسرائیل رو به اینکه حمله‌ای که انجام شد، انفجاری که انجام شد به تأسیسات کرج کار اسرائیل بوده. چقدر اون حمله مشخصاتش شبیه حملاتیه که اسرائیل انجام میده و چقدر گفته اسلامی میتونه که نزدیک به واقعیت باشه؟ احتمالش خیلی زیاده. وقتی که یک مقام بلندپایه جمهوری اسلامی به این موضوع اعتراف میکنه که کار اسرائیل باشه، احتمالش هست که قطعات یک هواپیمای بدون سرنشین بوده در اونجا پیدا شده و تونستن به نوعی ارتباط برقرار بکنن بین این وسیله و اسرائیل. نوع انفجار به نظر میرسه که میتونه ناشی از یک هواپیمای بدون سرنشین انفجاری کوچک باشه، یعنی یک انفجار کوچک به وجود آورده، ولی چون ساختمون مستحکمی نبوده، بخش بزرگی از سقفش به خاطر موج انفجار تخریب شده، سقف کاذبی داشته و خسارت قابل توجهی هم به داخلش وارد شده باشه. حالا اینکه هدف واقعا دوربین‌های نظارتی باشه، من فکر نمی‌کنم اینطور باشه. به هر حال دوربین‌های نظارتی در هر سایت انرژی اتمی ایران وجود دارند و طبیعتاً در چنین حادثه‌ای دچار صدمه میشن. شباهت‌های زیادی حتی من با انفجار اخیر در مرکز تحقیقات موشکی سپاه میبینم که میتونه اون هم، اگر واقعا اون انفجار کار اسرائیل بوده، انفجار سایت سپاه هم میتونسته کار اسرائیل باشه. به نظر من احتمالش کاملا وجود داره. آقای ندیمی با ما بمونین، اما خبری فوری داریم. دقایقی پیش دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مشغول تعلیم نیروهای محلی برای استفاده از پهپاد در شهر المیادین در شرق دیرالزور سوریه است. گفته شده تعداد این افراد 25 نفر است و در 5 گروه 5 نفره برای آموزش تقسیم شدن. آقای ندیمی همچنان با ما هستن. آقای ندیمی، این جایی که همین هفته دوشنبه گذشته در حقیقت اسرائیل گفته شد که هدف حمله قرار داده، البته هواپیماهایی بودن که نشانی نداشتن، یعنی حمله هوایی نشانی نداشت، اما منتسب شد به اسرائیل. این منطقه چه ویژگی‌هایی داره و این نگرانی اسرائیل از کارهای پهپادی جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده، این رو چطور با این مسئله پیوند می‌دید؟ خب یه منطقه بسیار استراتژیک است. دیرالزور در واقع مرز تماس بین نیروهای دولتی سوریه و نیروهای تحت حمایت ایران با نیروهای شورشی مخالف دولت سوریه هستش، نیروهای کرد در سمت شرق رود فرات، و این قابل پیش بینی هستش. ببینید، بعد از مرگ قاسم سلیمانی که یک نقش بسیار مهمی در سیاست
ایران در سوریه داشت، ایران به تدریج طبق گفته یه مقامات اطلاعاتی نظامی اسرائیل داره از حضور خودش در سوریه به صورت مداوم کم میکنه و در نتیجه جاشو داره به حزب الله و دیگر نیروهای نیابتی محلی خودش میده. ایران چندین ساله که برای آموزش نیروهای محلی تلاش کرده و سرمایه گذاری کرده و طبیعتاً استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین هم برای حمله به هدف‌های زمینی و همینطور برای مراقبت هوایی و مراقبت از پیرامونی از نقاط استقرار اونها کاملا قابل پیشبینی بوده. نیروی زمینی سپاه هم مدتی هستش که یه افزایش فرهنگ به گفته خودشون فرهنگ استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین دست پرتاب کار کرده و احتمالاً این همون نوع هواپیماهایی هستش که در دیر حضور آموزش دادن به این افراد و میتونه تا شعاع 30 کیلومتری اطراف محل استقرار اینا رو مورد کنترل قرار بده. ولی خب همین نوع هواپیماهای بدون سرنشین کوچیک در صورتی که مواد منفجره هم بکنن میتونن تهدید قابل توجهی هم برای نیروهای طرف مقابل هم باشن. سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی نظامی از واشنگتن، با ما همراه بودید. اما خبر فوری دیگری داریم. دقایقی قبل افسر اداره ارتباطات وزارت دفاع ترکیه از برگزاری رزمایش مشترک ارتش ترکیه و جمهوری آذربایجان طی روزهای 13 تا 16 مهر در نخجوان خبر داد. این مقام دفاعی ترکیه گفته هدف از رزمایش، نام رزمایش در حقیقت برادری خدشه‌ناپذیر 2021 هستش، افزایش سطح هماهنگی میان نیروی زمینی ارتش دو کشور. اما همزمان با بالا گرفتن تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان در روزهای اخیر، امروز رهبر جمهوری اسلامی گفته همه بدانند که اگر کسی برای برادران خود چاه بکند اول خودش در چاه میافتد. علی خامنه‌ای همچنین گفته کشورهایی که توهم تکیه به دیگران را دارند به زودی سیلی میخورند. اون کسانی که با توهم تکیه به دیگران گمان می‌کنن که امنیت خودشون رو می‌توانن تأمین کنن بدونن که سیلی این رو به زودی خواهند خورد. اینجا در استودیو افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه برتفورد همراه ما شده. آقای شاهی، از همین خبر فوری شروع کنیم. رزمایشی قرار برگزار بشه با همکاری ترکیه و آذربایجان. به نظر میرسه که تنش‌ها سطحش بالاتر داره میره. روزهای اول یا ساعات اولیه این خبرها چنین به نظر نمی‌رسه. شما چی فکر می‌کنید با توجه به تنش‌ها داره بیشتر و بیشتر میشه، ولی به نظر من این مصداق یک حقیقت غیر قابل انکار در منطقه است. موازنه قدرت، بالانس قدرت در منطقه به سرعت بسیار زیادی در حال تغییر هست و این تغییر موازنه قدرت در منطقه باعث واکنش‌های شدید جمهوری اسلامی شده که به نظر من چنین واکنش‌هایی که ما در روزهای گذشته و همچنین امروز در صحبت آقای خامنه‌ای دیدیم، به نظر من موضعی دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو میتونه در حتی یک شرایط ضعیف‌تر قرار بده. شرایط در منطقه داره تغییر میکنه و ترکیه عملاً با این اقدام داره نشون میده که این حقیقت ژئوپلیتیک جدید منطقه رو شما یا باید بپذیرید یا در صورتی که نمیپذیرید باید این انتظار رو داشته باشید که ترکیه از تمام بازوی اقتصادی و نظامی و سیاسی خودش استفاده میکنه برای حفظ حقیقت‌های جدیدی که امروز داره روی مسائل ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک منطقه تأثیر میذاره. به صحبت‌های علی خامنه‌ای اشاره کردین، صحبت‌هاش فراتر از آذربایجان بود، پای ارتش‌های دیگر هم به میان کشید. به نظر میرسه که بیشتر از یک موضوع منطقه‌ای سطح تنش رو نشون داد یا برد حتی. به نظر من صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای نشان دهنده این بود که واقعاً ایشون درک عمیقی از پیچیدگی‌های روابط بین‌الملل، حالا چه در سطح جهانیش و چه در سطح منطقه‌ایش ندارن. ایشون اشاره کردن که در واقع اتکا به یک کشور دیگه چیزی جز یک توهم نیست، اما در واقع فقط در یک محله در شاید جنوب شهر
یک شهر باشه که یک قلدر به تنهایی بگه که من میتونم در واقع همه چیز رو تحت تاثیر خودم قرار بدم و یک تنه بتونم از پس همه بر بیام. در روابط بین الملل این قلدری، این تک صدایی معنا نداره. در روابط بین الملل شما باید ایجاد اتحاد بکنی، در روابط بین الملل شما باید به مناسبات دیپلماتیک خودت بپردازی، در روابط بین الملل شما باید یارگیری بکنی و با تکوین این اتحادهای استراتژیک هست که شما میتونی منافع اقتصادی، منافع استراتژیک و منافع سیاسی خودت رو ارتقا بدی. و دلیل این هم که در 40 سال گذشته عملا سیاست‌های به اصطلاح میدان باعث افول و شکست سیاست‌های راهبردی بلند مدت دیپلماتیک جمهوری اسلامی شده، به خاطر که این حقیقت بسیار مهم، این حقیقت بسیار جدی رو متاسفانه در رأس برنامه ریزی های سیاست خارجی خودشون قرار ندادن. سپاسگزارم از شما افشین شاهی، استاد روابط بین الملل، اینجا در استودیو با من همراه بودید. اما خبری فوری دیگری داریم. پلیس ایتالیا اعلام کرد بر اثر سقوط یک هواپیمای سبک خصوصی و اصابت آن با یک ساختمان خالی از سکنه در نزدیکی شهری در میلان، همه 8 سرنشین این هواپیما کشته شدند. به گفته مقام‌های ایتالیایی این هواپیما از فرودگاه شهر لینیت در میلان، عازم جزیره ساردینیا در جنوب ایتالیا بوده. و اما حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته مقام‌های آمریکایی برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران تلاش کردند، اما گفته آمریکا به عنوان نشانه حسن نیت ابتدا 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده تهران رو آزاد کنه. و همینطور آزاد کردن دارایی‌ها رو پالس مثبت گفته تلقی می‌کنیم و زودتر به میز مذاکرات برمیگردیم. نیت آقای بایدن جدی است، بگید اول یه نشانه جدی صادر بکنه. نشانه جدی هم همینه که پولای ما رو حداقل 10 میلیاردش رو آزاد بکنه. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما همراه شد. آقای سمیعی، در دولت گذشته هم مطرح شد که 7 میلیارد دلار و همینطور آزادسازی زندانیان انجام بشه تا مذاکرات به ثمر برسه. اون دوره انجام نشد. چقدر فکر میکنین که در این دوره این 10 میلیارد، این شرطی که امیر عبداللهیان گفته مطرح کردیم، امکان داره که انجام بشه و این معامله سر بگیره؟ با درود خدمت جناب علی، بایستی عرض بکنم امکانش هست، ولی امکان بر اساس یک داد و ستد سیاسی است. در حال حاضر ایران بر این باور هست که میتونه امریکا و دولت‌های اروپایی رو تحت فشار بگذاره و بگه شما اول باید این کار رو بکنید. ما میبینیم چند روز پیش هم آقای خامنه‌ای دستور ممنوعیت ورود کالاها از کره جنوبی رو داد و الان هم این 10 میلیارد دلاری که آقای امیرعبداللهیان اعلام میکنن، این میزان بسیار زیادیش از طرف بانک‌های کره جنوبی هست، اون هم به خاطر نفت یا تهاتر کالایی بوده که انجام شده و الان ایران اون پول رو میخواد. اما این پول در صورتی آزاد میشه که ایران در مورد غنی‌سازی اورانیوم به صورت شفاف عمل بکنه و بیاد و اعلام بکنه که چه میزانیش در حال حاضر غنی‌سازی اورانیوم رو پیش برده. به نظر من ایران کوشش داره میکنه که از یک طرف ماجرا رو به تأخیر بندازه، مذاکرات رو به تأخیر بندازه تا بتونه دولت‌های بزرگ رو در یک فشار و در یک عمل انجام شده قرار بده که به اونها به یک واقعیت جدیدی وجود داره که اون همین هست که ما قدرت غنی‌سازی بیشتری داریم. از طرف دیگر به نظر من به مذاق آقایون خوش اومده که در زمان برجام وقتی که یه مقداری از پولهای بلوکه شده ایران آزاد شد، ولی فقط یک فرق عمده داره، اون همین که اون تحت دستور دادگاه بین المللی لاهب و اون یه چیزی نبود که جزو مذاکرات باشه. پس به نظر من این یه مقداری فرافکنی از طرف دولت ایران هست که بتونن یادشون بمونه که باید برای این داد و ستد یک چیزی هم خودشون به صحنه بیارن و نمیتونن فقط از طرف مقابل درخواست داشته باشن. سپاسگزارم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما همراه بودید. نماینده مردم خرمشهر در مجلس میگه آبی که در خرمشهر و آبادان به خونه ها میرسه آشامیدنی نیست و در واقع فاضلابه. احمد نژاد در جلسه بررسی مشکلات آب خوزستان گفته با خوراندن فاضلاب به جای آب به مردم انواع بیماری های مختلف در این شهرها
بروز پیدا کرده. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو هم که در این جلسه حضور داشته کیفیت بد آب خوزستان رو تایید کرده. در روزهای اخیر هم تصاویر بسیاری از کیفیت بد آب در این دو شهر در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده. نگاهنگ کوثر روزنامه‌نگار حوزه آب از واشنگتن با ما همراه شده. آقای کوثر، اگر بخوایم بگیم مشکل آب خوزستان که به این شکلی که گفته میشه فاضلاب در حقیقت داره به دست مردم میرسه چیه و راه حلش چیه، چه پاسخی شما میدید؟ مشکل بزرگ آب در کشور ما بحث مدیریت هست. فساد و همچنین نداشتن ایده برای آینده. دهه هاست که در خوزستان ما وضعیتی بسیار نابسامان داریم و استانی که به لحاظ داشتن نفت و فروش نفت ثروت کشور رو داره تامین میکنه و نون کشور رو داره تامین میکنه نمیتونه آب سالم داشته باشه. در بعد کمیت دیدیم که برنامه ریزی برای سدها و رودخانهای خوزستان چه آسیبهایی رو به این استان، به مردمش و محیط زیست وارد کرده. اما از بعد دیگر بحث تصفیه آب، بازچرخانی آب، بازچرخانی فاضلاب بسیار بد عمل کردن و الان در بسیاری از نقاط خوزستان میزان نمک یا سختی آب و آلودگی های آب اونقدر زیاد هست که اگر کارشناسانی از خارج از کشور بخوان بیان و امتحان بکنن آب خوزستان را، حاضر نیستن حتی از اون آب بنوشند. و بنا به گفته برخی از کارشناسان، خیلی ها معتقدن که به هیچ عنوان نباید حتی دست به اون آب زد. در خرمشهر سالها پیش ما شاهد این بودیم که به دلیل شور شدن آب هم در خرمشهر آبادان و مسئله پیشروی آب خلیج فارس به درون محدوده ی رودخانه هایی که در جنوب استان قرار دارن، آبهای زیرزمینی هم شورتر شدن و این باعث شد که بسیاری از مردم از اون کیفیت لازم بهره مند نباشن. مسئله که وجود داره این هست که در جمهوری اسلامی هزینه های زیادی انجام میشه، هزینه زیادی میشه برای زیرساخت، اما در نهایت نتیجه کار بی‌عدالتی محیط زیستی هست برای بسیاری از مردم که در مناطق مرزی قرار دارن. به عنوان راه حل، یک باید نوع مدیریت عوض بشه، مدیران عوض بشن، نگاه اصلی عوض بشه و ساختار پاسخگو باشه و معتقد به حسابرسی باشه و عدالت محیط زیستی جدی گرفته بشه که هر فرایندی که انجام میشه، هر پروژه‌ای که اجرا میشه، نبایستی آثار منفی محیط مردم دیگر بگذاره. و متاسفانه بر اساس روندی که در طول چند دهه گذشته دیدیم، به نظر نمیاد که بتونیم به سمت بهتر شدن بریم و امیدوار بشیم که وضعیت مردم بهتر بشه و در سال آینده اگر بارندگی ها هم کم باشه، متاسفانه شاهد بروز خشونت های بیشتری هم خواهیم بود. ممنونم از شما نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب از واشنگتن با ما همراه بودید. بیننده تیتر اول یک شنبه 11 مهر ماه هستید. نگاهی دیگر داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری و آنچه در ادامه برنامه می‌بینید. جمهوری اسلامی اسرائیل رو متهم به حمله تروریستی به تأسیسات هسته‌ای کرج کرد. اسلامی میگوید آژانس انرژی اتمی در جریان جزئیات قرار گرفته. کشورهایی که توهم تکیه به دیگران دارند به زودی سیلی می‌خورند. ارتش‌های بیگانه هم دخالت نکنند. واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به تنش‌ها با جمهوری آذربایجان. همزمان رزمایش مشترک ترکیه و آذربایجان از دو روز آینده. انفجار در نزدیکی مسجد ادگاه در کابل شماری کشت و زخمی بر جای گذاشت. مسئولیت انفجار را هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته. و آغاز اعلام جوایز نوبل تا کمتر از 24 ساعت دیگر. مشهورترین جایزه جهان به چه کسانی میرسد؟ ساعتی قبل در انفجاری در نزدیکی مسجد ادگاه کابل انفجاری رخ داد که گفته شده شماری کشته و زخمی بر جای گذاشته. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته. پیشتر سخنگوی طالبان از برگزاری مراسم ختم مادرش در این مسجد خبر داده بود. همکارم امان فرهنگ از اسلام آباد با ما همراه شده. امان، همونطور که گفته شد هنوز هیچ گروهی مسئولیتشو بر عهده نگرفته، اما شبیه حمله هایی که در بعد از روی کار اومدن طالبان از شاخه خراسان داعش دیده شده، بیشتر چی میدونی؟
خب این حمله عصر امروز در نزدیکی مسجد ادگاه زمان صورت گرفت که شهروندان کابل برای مراسم فاتحه مادر زبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان اشتراک میکردن. زبیح‌الله مجاهد ساعت بعد به توییترش نوشت که این حمله بر غیر نظامیان انجام شده و هنوز معلوم نیست که این حمله چگونه بوده، معاینه کار گزارش شده بوده و حمله انتحاری. و منابع گفتن که 13 کشته و 32 زخمی در این رویداد هست، اما طالبان گفته که در این رویداد 8 کشته و 20 زخمی هست، اما منابع و گواهان رویداد گفتن که در این داد کشته شده ها و زخمی ها بسیار زیاد است. این حمله شبیه حمله هایی است که خب تا حالا گروه داعش انجام می ده، اما طالبان امروز اعلام کردند که داعش توانایی حملات این چنین را نداره و داعش حملاتی را که در روزهای اخیر به عهده گرفت این کار گروه داعش نیست، برخی گروه های تخریب کار که حالا تلاش می کنند که امنیت افغانستان را مختل بکنند. در واقع گروه داعش مسئولیت این حمله ها را به عهده می گیرد. این دومین حمله ای است که پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان در کابل هم انجام میشه، حمله بزرگ هست. حمله اول در فرودگاه کابل بود که در هفته دوم قدرت گرفتن طالبان در کابل انجام شد که گروه داعش این مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، اما این حمله را هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته و طالبان اکیدن میگن که این حمله کار گروه داعش نیست و گفته که حالا داعش هم در ولایت های ننگرهار و پروان سرکوب کرده و حالا داعش توانایی هیچ گونه حمله در برابر گروه طالبان نداره و افراد این گروه در تمامی نقاط افغانستان آماده است در برابر هر گونه تحرکات و حملاتی که انجام میشه از هر گروهی آمادگی داره و گروه داعش حالا سرکوب شده و توانایی این را نداره که مبارزه بکنن. ممنونم از تو همکارم امان فرهنگ از کابل، با ما همراه بودیم. همچنان در افغانستان عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته آمریکا در شوک ناشی از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و دیر یا زود باید حکومت طالبان رو به رسمیت بشناسه. با هم نگاهی به گزارش بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به سیگار بندازیم و اینکه چطور به قول خود آمریکایی‌ها مسئولان افغانستان مردم این کشور رو به سمت طالبان سوق دادن. آمریکا در 20 سال گذشته صدها میلیارد دلار برای جنگ در افغانستان و بازسازی این کشور هزینه کرده. برای نمونه همونطور که می‌بینید هزینه‌هایی که آمریکا از سال 2002 تا سال 2021 در بخش‌های مختلف امنیتی و کمک‌های بشردوستانه و غیره کرده با یه حساب سرانگشتی حدود 143 میلیارد دلار میشه. در اینجا با وضوح بیشتری میشه هزینه‌های جنگ آمریکا در افغانستان و هزینه‌های بازسازی رو از سال 2002 تا 2021 دید که اوجش در سال‌های 2011 و 2012 و برای هزینه‌های جنگی بوده. همونطور که می‌بینیم این هزینه‌ها به نوعی با ابعاد و میزان حضور و تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان هم که در سال‌های 2011 و 2012 به اوج رسیده بود هماهنگی داشته. اگه هزینه‌های آمریکا در افغانستان و تعداد نیروهای آمریکایی رو در این کشور با هم بر روی یک نمودار قرار بدیم می‌بینیم که کم و بیش به شکل معناداری با هم افزایش و کاهش داشتن. اما با وجود این همه هزینه آیا حملات طالبان تا قبل از خروج آمریکا از افغانستان کاهش داشته؟ دست کم بر اساس آمارهای پنتاگون و دفتر فرماندهی نظامی آمریکا در افغانستان می‌بینیم که اینطور نبوده. حملات طالبان به طور مستمر افزایش داشته و حتی بعد از توافق دوحه در سال 2018 رشد بیشتری هم پیدا کرده. چیزی که در گزارش‌های سیگار مشخصه اینه که مأموریت اولیه آمریکا و نیروهای ائتلاف مبارزه با القاعده و در مرحله بعدی مبارزه با طالبان و بازسازی افغانستان بوده، اما کم کم مورد جدیدی هم به اینها اضافه شده، مبارزه با فساد بومی در افغانستان. صحبت از حجم بالای فساد در این کشور در جلسه پرسش و پاسخ مجلس سنا رو ببینیم با هم. با اینکه در طول این سالها آمریکا میلیاردها دلار در افغانستان هزینه کرد، آقای ناصر اجازه بدین از شما بپرسم که با غرق پول کردن افغانستان شبیه کاری که ما کردیم، آیا در واقع فساد رو به این کشور تزریق کردیم؟ بله، فساد طبیعتاً پیامد پولهایی بود که از خارج می اومد. پولی در افغانستان وجود نداشت. همین مسئله بود که ایجاد ناراحتی و نارضایتی کرد، به طالبان برای استخدام نیروهای جدید کمک کرد و بخشی از عدم مشروعیت دولت افغانستان هم ناشی از همین فساد بود. این مسئله رو در سقوط نیروهای امنیتی افغانستان هم دیدیم. تنها در یک نمونه گزارش شده که در سالهای 2009 تا 2019 حدود 19 میلیارد دلار از کمک‌های نقدی آمریکا برای بازسازی افغانستان ناپدید و یا حیف و میل شده و میلیاردها دلاری که برای مبارزه با مواد مخدر اختصاص داده شده بود هم
هیچ دستاوردی در پی نداشته. گزارش سیگار میگه مقام ها و مسئولان افغان خودشون با اختلاس و حیف و میل کردن میلیاردها دلار از کمک های آمریکا باعث ناکامی تلاش ها برای بازسازی افغانستان شدن و بسیاری از افغان ها رو به سمت طالبان سوق دادن. عمر صمد محقق ارشد شورای آتلانتیک از واشنگتن با ما همراه شده. آقای صمد، عمران خان خواسته که آمریکا باید طالبان رو به رسمیت بشناسه و دیر یا زود این اتفاق میفته. به نظر شما با شرایطی که اتفاق افتاده، با رویکرد طالبان و رفتاری که در این مدت از خودش نشون داده، چقدر شانس مقبولیت در جامعه جهانی رو داره، به ویژه از سوی غرب و آمریکا؟ خب معلوم است که پاکستان و لیدرها و سران پاکستان یک کمپین و یک برنامه خاصی را در ارتباط با شناسایی اداری طالبان برای انداختن. در اینجا من فکر میکنم که هدف اول پاکستان این است که در منطقه و در فرامنطقه، نه در کشورهای غربی به اون معنا، در قدم اول میخواهند که جانبداری بیشتر از طالبان صورت بگیره و هدفشان هم یقیناً در مراحل اول چین می باشد، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی که هم جوار با افغانستان هستند و حتی امکان دارد تا حد ایران هم هدف پالیسی و دیپلماتی اسلام آباد باشد. ایران فراموش نکنیم در کشورهای عربی هم مانند کشورهای مانند قطر در مورد افغانستان دیدگاه خاص دارد و همچنان ترکیه که این دو کشوری هستند که فعلا در کابل باز کمک های تکنیکی را هم انجام می دهند. چیزی که بسیار مهمدار عمده است فعلا موضوع بحران و فاجعه بزرگ بشری است که افغانستان با او روبرو است و در آستانه یک فاجعه بشری قرار داره. من فکر میکنم که پاکستان و عمران خان و سایرین میخوان که از این حالت ناگوار استفاده بکنن تا جلب توجه جامعه بین‌المللی به افغانستان داشته باشند و کمک ها تا حدی که امکان داره سرازیر شود، ولی اینا همیشه البته یک جنبه سیاسی هم می داشته باشد، چون از این طریق می خواهند که نقش طالبان را برازنده تر بسازند و اونا را با جامعه بین المللی بیشتر در تماس نگه بدارند. چیزی که مشکل است چون طالبان وعده داده سپرده بودند که یک حکومت فراگیر و حکومت همشمول می سازند که تا به حال نساختند، می گویند سرش کار می کنند و طالبان وعده داده بودند که در موضوعات مربوط به حقوق بشر، حقوق زن و حقوق دختران و دسترسی به معارف، دسترسی به معارف و دسترسی به کار و شغل از خود یک اندازه چی نشان میتن، فلکسیبیلیتی نشان میتن و انعطاف نشان میتن و این انعطاف تا به حال نشان داده نشده، چیزی که به نقصشان تمام شده. ممنونم از شما عمر صمد، محقق ارشد شورای آتلانتیک از واشنگتن با ما همراه بودید. اما همونطور که قبلا اشاره کردیم، خبری فوری داریم. دقایقی قبل افسر اداره ارتباطات وزارت دفاع ترکیه از برگزاری رزمایش مشترک ارتش ترکیه و جمهوری آذربایجان طی روزهای 13 تا 16 مهر در نخجوان خبر داد. این مقام دفاعی ترکیه گفته هدف از رزمایش برادری خدشه ناپذیر 2021 افزایش سطح هماهنگی میان نیروی زمینی ارتش دو کشور. در سالهای اخیر شهروندان ایرانی از جمله پرشمارترین خریداران خارجی خانه در ترکیه بودند و در یک سال گذشته هم در اکثر ماه‌ها ایرانی‌ها نسبت به سایر شهروندان خارجی بیشترین تعداد خانه را در ترکیه خریدند. حالا مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس، از خروج 7 میلیارد دلار ارز ایران برای خرید ملک در ترکیه خبر داده و گفته شهروندان ایرانی با خرید ملک ترکیه را از ورشکستگی نجات دادند. همکارم لیلی نیکفر از استانبول با ما همراه شده. لیلی، تب خرید خانه در ترکیه ماهاست که هست و الان هم این رقمی که اعلام شده 7 میلیارد دلار رقم کمی نیست. از خرید خانه ایرانی‌ها در ترکیه ما چی میدونیم؟ ترکیه چه گزارش هایی داده؟ خب در واقع این نیوشا برمیگرده حتی به دو سه سال اخیر. در ترکیه کشورهای در واقع شهروندان ایران، عراق، روسیه و عربستان سعودی در طول سه سال اخیر در رقابت بودند در اینکه در رأس خریداران قرار بگیرند. الان هم خب
در ماه‌های در این 8 ماه ابتدایی سال ایرانی‌ها و عراقی‌ها هستن که مدام مقام اول رو در واقع بین خودشون تغییر میدن. ایرانی‌ها این ماه 911 خانه خریدن و عراقی‌ها 900 خانه و این نسبت به ماه‌های قبل آمار خیلی زیادیه. در طول همین 8 ماه 4800 خانه خریدن ایرانی‌ها در ترکیه و این نشون میده که در واقع اونطور که بعضی از کارشناسان مسکن که در حوزه فروش خانه‌های ترکیه به خارجیان فعالیت می‌کنن، اونطور که اونا اشاره می‌کنن، این برمیگرده به این که در واقع شهروندان این کشورها احساس می‌کنن که اون ثبات لازم رو در کشورهاشون ندارن و نگران از دست دادن سرمایه‌شون هستن، یا حتی با این مبالغی که در ترکیه خونه می‌خرن احتمال داره که در شهرهایی مثل تهران نمیتونن صاحبان خانه بشن، برای همین در واقع ترکیه رو انتخاب میکنن برای اینکه در اینجا خونه بخرن. اما به این هم اشاره کنم که خب ما گزارش‌های زیادی داشتیم در مورد اینکه ایرانی‌ها در ترکیه خانه میخرن. یکی از دلایل اصلی هم که اشاره میکردن کسایی که ما باشون مصاحبه کردیم این هست که برای اینکه بتونن به راحتی کار کنن تمام سرمایه‌شون رو برمی‌دارن میارن اینجا، به خاطر اینکه از این بندی که تحریم‌ها دور ایران کشیده و مانع اشتغال و تجارتشون میشه به نوعی میتونن یک ذره دور بشن. هیلیه نیکفر همکارم از استانبول ترکیه، ممنونم از تو. اما بریم به مصر. امروز اولین پرواز مستقیم از قاهره به تل آویو در اسرائیل انجام شد. هواپیمای تجاری مصری در فرودگاه بن گوریون این شهر به زمین نشسته و با واتر سالوت که رسم آبپاشی به هواپیما برای خوشامدگویی از هواپیمای مصری استقبال شده. همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ما همراه شده. اشکان، یک گام دیگری برداشته شده، یک دوره جدیدی گویا حالا پروازی هم از مصر قراره که پرواز نشسته و قراره که ادامه هم پیدا کنه. چه واکنش هایی داشته در اسرائیل و همچنین در مصر؟ بله، خب باید گفت که البته این اولین پرواز نیست که از مصر به اسرائیل انجام میشه. در واقع از 42 سال پیش که طرفین پیمان صلح امضا کردن، پروازهای تجاری از مصر به اسرائیل و بالعکس انجام میشد. اما موضوع این بود که تا همین در واقع امروز این پروازهایی که انجام میشد، پروازها تحت نام شرکت هوایی هواپیمایی ملی مصر ایجپت ایر انجام نمیشد، بلکه اینها اومده بودن در واقع یک شرکت کاغذی، یک شرکت پوششی درست کرده بودند به اسم ارسینای و پروازها توسط این شرکت انجام میشد. پروازهایی که روی هواپیماها هیچ نام و نشانی هم نوشته نشده بود و باید گفت که حتی خیلی جالب بود، خریدن بلیت در واقع این پرواز مثل فیلم بود، یعنی شما نمیتونستید برید که برید روی وبسایت بلیت رو بخرید. فقط دو دفتر داشت این شرکت، یکی در تل آویو و یکی هم در قاهره. شما باید شخصا به این در واقع به این دفاتر میرفتید و پول خرید بلیت رو هم به صورت نقد به دلار آمریکا پرداخت میکردید. اما در واقع از این موضوع استقبال شده. رسانه‌های اسرائیل میگن این چیزی که باعث شد مصر بیاد بعد از 42 سال این اقدام رو بکنه، شرایط جدیدی است که در منطقه به وجود اومده، در واقع عادی سازی روابط چندین کشور عربی با اسرائیل و پروازهای مستقیم بین امارات و بحرین و به زودی مراکش با اسرائیل، در واقع به مصر این اجازه رو داد که بالاخره این پروازهای بین قاهره و تل آویو رو به صورت علنی و با نماد رسمی شرکت ایجپت ایر انجام بده. ممنونم از تو همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ما بودی. نوبل از فردا اعلام نام برندگان مهمترین جایزه های علمی، ادبی و همینطور صلح سال شروع میشه که برای خیلی ها میتونه نمادی از تلاش برای بهتر کردن زندگی باشه. تا حدود 16 ساعت دیگه نام برنده یا برندگان جایزه پزشکی یا فیزیولوژی اعلام میشه. سه‌شنبه فیزیک، چهارشنبه شیمی، پنجشنبه ادبیات، جمعه 16 مهر صلح و دوشنبه 19 مهر هم برنده یا برندگان جایزه نوبل اقتصاد اعلام میشه. مراسم اهدای جوایز آذر ماه برای 5 رشته در استکهلم و برای صلح در اسلو برگزار میشه. اهدای جایزه نوبل بعد از وصیت‌نامه آلفرد نوبل و تشکیل بنیاد نوبل از سال 1901 شروع شد و از اون زمان تا امروز این جوایز که مهمترین جایزه های علمی و ادبی و صلح به حساب میان به برگزیدگان
اهدا شده. آلفرد نوبل که لابد خیلی هاتون میشناسینش، یه شیمیدان نابغه بود و مدتی هم مدیر کارخونه اسلحه سازی بود. برای اولین بار دینامیت رو اختراع کرد و بعد از مرگش سرمایه‌ای که به جا گذاشت برای اهدای جایزه نوبل به کار گرفته شد. حالا چطوری برندگان نوبل انتخاب میشن؟ روند کار اینه که کمیته های مختلف نوبل در رشته های مختلف هر سال از دانشمندان و افراد برجسته در هر رشته ای میخوان که نامزدهای مورد نظرش رو معرفی کنن. مثلا روال کار برای جایزه اقتصاد که بانک مرکزی سوئد متولی اونه اینجوریه که در مورد بقیه رشته های علمی هم کم و بیش یک سانه. بعد از اینکه فهرست نهایی مشخص شد، آکادمی علوم سوئد یا مؤسسه‌ای که مربوط به اون جایزه است برای تعیین برنده بررسی‌هاش رو شروع می‌کنه. در مورد ادبیات هم کمیته نوبل در آکادمی سوئد از نویسندگان مشهور درباره جایزه صلح، کمیته منتخب مجلس نروژ از افراد و مؤسسه‌های مشهور بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و صلح نظر می‌خواد. شیرین عبادی حقوقدان در سال 1382 تنها ایرانیه که تا به حال به جایزه نوبل صلح دست پیدا کرده. اما جنجالی ترین و بحث برانگیزترین جایزه نوبل، نوبل ادبیاته که در برخی موارد به نویسندگان جنجالی مانند گونتر گراس نویسنده چپگرای آلمانی و الکساندر سولژنیتسن نویسنده منتقد و تبعیدی روس داده شده. از چند سال پیش ژیلا مساعد نویسنده و شاعر ایرانی تبار هم به کمیته نوبل ادبیات در آکادمی سوئد پیوسته. اما در مورد جایزه فیزیولوژی یا پزشکی چند تا از مهمترین جوایزش در طول تاریخ اینا هستن. تا امروز هم 12 زن جایزه فیزیولوژی یا پزشکی رو بردن که یکی از اونا گریس روس الیونه که به خاطر تحقیقاتش در زمینه کشف داروهای مختلف برای بیماری‌های گوناگون این جایزه رو برده. مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علمی از شهر رجاینا در کانادا با ما همراه شده. آقای صارمی‌فر، قراره که با اعلام اسامی برندگان جوایز علمی شروع بشه. چه گزینه‌هایی هستن؟ چه کسانی احتمال این رو بیشتر میره که این جوایز رو از آن خودشون بکنن و نوبل رو امسال ببرن؟ بله، به هر حال پاندمی که اومده و کرونا آثار خیلی جدی رو زندگی بشر داشته و همینطور علم و تکنولوژی نشون داد که در عرض حدود یک سال تونسته این وضعیت رو مهار بکنه و دستاوردهای بی‌نظیری داشته باشه برای عبور از چنین بحرانی. بنابراین قطعاً 4 تا نوبل، نوبل پزشکی، نوبل شیمی به طور مستقیم و نوبل صلح و ممکنه نوبل اقتصاد به طور غیر مستقیم تحت تاثیر مسائل پاندمی باشن. مثلا سازوکار کوواکس و سازمان جهانی که پشتش هستن ممکنه که برای نوبل صلح گزینه‌های جدی باشن. اما از همه مهمتر نوبل پزشکیه. آقای اوغور شاهین، خانم ازلم تورچی از شرکت بیوانتک و خانم سارا گیلبرت از مؤسسه تحقیقاتی ادوارد جنر دانشگاه آکسفورد به خاطر واکسن آسترازنکا از گزینه‌های در حقیقت جذاب هستن. اما در همین شرکت بیوانتک خانم کاتلین کاریکو کسی است که سال 2005 مقاله‌ای نوشت و نشون داد که اگر بخشی از mRNA داخل سلول بشه میتونه در حقیقت سلول پروتئین پاتوژن رو تولید بکنه و این تکنولوژی شد که مبنای دو واکسن فایزر و مدرنا قرار گرفت که حتی اگه پاندمی هم نمی اومد از کاندیداهای مهم نوبل بود. غیر از اون، یعنی اگر نوبل فیزیولوژی پزشکی هم نبره، نوبل شیمی رو قطعا خواهد برد. و غیر از اون شانکار بالاساماریان که در حقیقت دانشمند هندی آمریکایی هست که روی نوکلیک اسید تا ام آر ان آ و دی ان آ کار کرده، و آقای عمر یاقی دانشمند آمریکایی فلسطینی تبار که روی پیوند فلزی ارگانیکی کار کرده. این اتفاق خیلی مهمه چون دارو رو میبره میشونه اون جایی که محل اثر بیماری هست. از گزینه‌های مهم نوبل شیمی هستن. اگر که نوبل کمیته نوبل چون به هر حال از این کار عجیب غریب کرده، اگر نخواد به هر نحوی جایزه نوبل فیزیولوژی پزشکی رو به یافته‌های حول مسئله کووید بده، خانم ماری کلر کینگ که 50 سال گذشته نقش مهمی در پیشبرد تحقیقات در زمینه سرطان پستان داشته، از گزینه‌های مهم این حوزه است. در فیزیک هم اطلاعات کوانتومی و کسایی مثل آلن اسپه گزینه‌های مهم این شاخه نوبل هستند. ممنونم از شما مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علمی از رجاینا در کانادا با ما همراه بودید.
به دنبال هشدار فیفا مجوز حضور زنان در ورزشگاه آزادی تهران برای بازی ایران و کره جنوبی صادر شده. فیفا قبلا اعلام کرده بود در صورت عدم حضور زنان در بازی‌های ملی ایران را جریمه خواهد کرد. گفته شده در این دیدار به شرط تزریق دو دوز واکسن 10,000 تماشاگر مجوز ورود می‌گیرند. تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر روز سه‌شنبه 20 مهر ماه به مسافه همدیگه میرن. همکارم الهام یزدی ها از بخش ورزش اینجا در استودیو به من پیوسته. الهام، پیش از این هم فیفا فشار آورده بود و مسئولان تصمیم گرفته بودن اجازه بدن به صورت گزینشی و محدود زنان وارد ورزشگاه بشن. دقیقاً در اون دوره چه اتفاقی افتاد و چقدر این احتمال وجود داره که این دوره هم تکرار بشه همچون شرایط؟ نیوشا، همونطور که اشاره کردی ما در مهر ماه سال 98 بازی ایران و کامبوج رو داشتیم که واسه اولین بار بلیط فروشی رسمی صورت گرفت و حالا زنان وارد ورزشگاه ها شدن، اما محدودیت هایی وجود داشت. حصارکشی هایی که روی سکوها انجام شده بود، تفکیک جنسیت هایی که در پارکینگ ها اتفاق افتاد باعث شده بود زنان مسیر طولانی تری رو برای رسیدن به ورودی های ورزشگاه و استادیوم طی کنند، و از طرف دیگه ماموران انتظامی که اونجا بودن برخورد هایی با زنان داشتن که حتی عکس سحر خدایاری معروف به دختر آبی رو بالا برده بودن. این اتفاقات خب نشون میده که همیشه فیفا در فدراسیون فوتبال در مواقعی که مورد فشار از سوی فیفا قرار میگیره درهای ورزشگاه ها رو به صورت محدود باز میکنه. این بار هم به نظر میرسه فدراسیون فوتبال همین راه رو در پیش گرفته. هنوز مشخص نیست که چه ظرفیت یا قراره واسه زنان در بازی پیش رو در نظر بگیره، بلیط فروشی ها به چه شکلی اتفاق میفته، آیا ما باز هم شاهد گزینشی بودن حضور زنان در ورزشگاه خواهیم بود یا نه به صورت محدود این اتفاق میفته. اما چیزی که باید بهش تاکید بشه اینه که فیفا در این سالهای اخیر به شدت تاکید داشته حضور زنان در ورزشگاه‌ها باید انجام بشه، چون وقتی که اینها حضور ندارن مغایر هست با اساسنامه فیفا و این محدودیت‌ها نباید تنها در بازی‌های مهم اتفاق بیفته و بعد از اون به فراموشی سپرده بشه، اتفاقی که ما در این سال‌ها به بارها شاهدش بودیم. بعد از یک بازی مهم زنان وارد ورزشگاه‌ها میشن، وقتی که اون بازی‌های مهم تموم میشه حضور زنان در ورزشگاه هم به نوعی به فراموشی سپرده میشه تا بازی دیگه و دوباره فشارهایی که باید از طرف فیفا صورت بگیره. و اون هم تعداد محدودی از زنان و بعضن به صورت گزینش. و تا حالا در هیچ بازی در سطح لیگ این اتفاق نیفته یا فیفا فشاری برای بازی‌های در سطح لیگ نداشت؟ صحبت‌هایی بود که در لیگ داخل ایران هم باید حضور زنان اتفاق بیفته. خب وزارت ورزش بارها میاد و موضوع این که زیرساخت‌ها مشخص نیست و مطرح می‌کنه، بعد زیرساخت‌هاش تشکیل بشه، اما تا الان چنین اتفاقی نیفتاده و به نظر میاد که فدراسیون فوتبال داره وقت میگیره برای اینکه این حق رو به زنان بده. ممنونم از تو همکارم الهام یزدی، اینجا در استودیو با من همراه بودی. تیتر اول به پایان رسید، تا فردا همین ساعت همینجا.